یورگن کلوپ بازر آل مادرید و منچستر یونایتد متنفر هست. چرا؟ این کلیپ را تا انتها ببینید. با خواندن این مصاحبه قطعا هواداران لیورپول بیشتر از گذشته عاشق یورگن کلوپ خواهند شد. تا انتها این گزارش با ما همراه باشید. برای دریافت ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید. یورگن کلوپ در حدود 4 سال که هدایت لیورپول را بر عهده دارد، اگرچه جام‌های زیادی کسب نکرده و همین قهرمانی چند ماه اخیر آنها در لیگ قهرمانان اولین دستاورد مهم او در انفیلد بود، اما سبک بازی مرسی سایدی ها باعث افزایش قابل توجه هواداران این تیم در سراسر دنیا شده است. همچنین رفتار جذاب این سرمربی آلمانی در کنار زمین و کنفرانس های مطبوعاتی یورگن کلوپ را تبدیل به یکی از مهمترین چهره های دنیای فوتبال کرده است. حالا رابی فاولر گلزن سابق لیورپول در دهه 90 میلادی در مصاحبه با نشریه میرور مدعی شد کلوپ از گذشته از فلسفه مادیگرای تیم های چون رئال مادرید یا منچستر یونایتد متنفر بوده و به هویت تیمی مانند لیورپول علاقه داشته است. رابی فاولر گفت: من چند سال پیش با یورگن کلوپ مصاحبه انجام دادم و او به من گفت که پس از جدایی از بروسیا دورتموند پیشنهاد دو باشگاه فوق العاده ثروتمند را رد کرده است که یکی از آنها قطعا منچستر یونایتد و دیگر احتمالاً رئال مادرید بوده است، زیرا یورگن کلوپ از میزان تمرکز این دو باشگاه صرفاً بر تأثیرات تجاری فوتبال متنفر بود. یورگن کلوپ به من گفت که باشگاه مانند لیورپول را دوست دارد، زیرا آنها تعادل کافی در مورد دو فاکتور، منابع مالی لازم برای رسیدن به صدر فوتبال و تاریخ، هویت باشگاه و هواداران بزرگ را در خود دارند. سپاس از اینکه تا انتها با ما همراه بودید. شاد و خرم باشید.